قربونت بشم برادر، فدات بشم. بگو قربونت گردم، بگو کجای حرفای تو نصف مونده؟ برادر قربونت بشم، من اون روز فقط نکردم و در مقابل مسئولم خواستم بگم که به مسئولم رسیدگی نکردم. به قول سنت مجاهدین اینه، بالاخره یه اتفاقی میفته هر کی نکرده شو باید بگه. این نکرده من بود که به میرایم رسیدگی نکردم، در صورتی که مسئول مستقیم خودم بود. شرمندم فقط همین، چون وقتی برای عباس موقع رفتم به بغداد مزدورا زده بودنش، بعد احمد که از مینیبوس، چون امید تو مینیبوس ما بود، منتقلش میکردن، اون روز بچه ها گفتن بعد احمد قبل از اون رفته بود، سفید سفید عین گچ. من وقتی اونا رو میدیدم، بعد مشفق، بعد پویا، بعد اسد، اصلا تو پوست خودشون نمیگنجیدن، انقدر بیتاب بودن که مباد خدایی نکرده اتفاقی به برده عباس بیفته. ولی یه چند تا نکته میخواستم، اون چیزایی که من توی این مدت دیدم، با توجه به این که 7 سال به من پرداخت شده بود اما بدون چشم داشت و خاکی بودن، لایه نشناختن، برده مراد بود و برده اسد بود. من بردر مراد رو نمیشناختم، فکر میکردم بردر به لحاظ سلسله مراتب بردر عباس بالاتره، ولی بعد از 3 هفته